سلام به همگی. این جلسه قسمت پنجم و آخر از باب بازجست کار دمنه رو میخونیم که بالاخره همونطور که اول داستان برهمن به رای گفته بود، دمنه به مکافات خیانتش گرفتار میشه. و هر که گواهی دهد در کاری که در آن وقوف ندارد، بدون آن رسد که به نادان رسید. قاضی گفت چگونه است آن؟ گفت مرزبانی بود مذکور و بها روی نام زنی داشت، چو ماه روی و چو گل آرز و چو سیم زغن. یه نفر خب این بها روی اسم قشنگیه، زغن هم که یعنی زنختان دیگه. جانم سوال از میخوام همین اول، بهارویه مثل سیبویه و اینا در واقع کاملا همون بهارک امروزیه، بهار کوچکه، یه جور تصغیر و تحبیب. اونم جالبه که چما در واقع اون مصرعه دیگه، چما روی و چگل آرز و چو سیم زغن. بیتیه این از چما؟ آره، این هم مال مسعود. نشسته بودم کامد خیال اون آگاه، میخوره بهشم دیگه. نشسته بودم کامد خیال اون آگاه، چو ما روی و چو گل آرز و چو سیم زغن. بحبه تو زندان نشسته بوده خیالات کرد. در غایت حسن و جمال و نهایت صلاح و عفاف، اطرافی فراهم و حرکاتی دلپذیر، ملح بسیار و لطف به کمال. رشع لولا ملاحته خلت دنیا من الفتنه. آهو بره است که اگر نمکینی و زیبایی او نبود، این جهان از فتنه خالی می بود. غلامی بیحفاظ داشت و بازداری کردی. این بیحفاظ داشتیم توی تاریخ بیهقی، اگر تو ماشه اون یوسف داداش سلطان محمود بیحفاظی کرد توی مجلسش و به غلامش نظر داشت، یعنی چشم ناپاک داشت. بعد بازداری کرد، منظور پرنده بازه، شکاربانی بود که پرنده باز کار این غلام بازداری بود. و او را بدان مستوره نظری افتاد، بسیار کوشید تا به دست آید، البته به دو التفات ننمود. از بازدار جمع هم یاد کنید. دقیقا ما هم اینجوریه جدن، همینه بازدار. از پدر بزرگم خدا بیامرز پرسیدم اینو. آها، یعنی واقعا شغل بوده، همین شغل بازداری بوده. منم تا الان فکر نمی کردم، ولی سوال واسه هم بود که یعنی چی، الان فهمیدم. بسیار عالی. چون نومید گشت، خواست که در حق او قصدی کند و در افتضاح او سعی پیوندد. از صیادی دو توتی طلبید و یکی را از ایشان بیاموخت که من دربان را در جامعه خواجه خفته دیدم با کدبان، و دیگری را بیاموخت که من باری هیچ نمیگویم. در مدت هفته ای این دو کلمه بیاموختند، تا روزی مرزبان شراب میخورد به حضور قوم. غلام در آمد و مرغان را پیش او بنهاد. ایشان بر حکم عادت آن دو کلمت می گفتند به زبان بلخی. مرزبان معنی آن ندانست، لکن به خوشی آواز و تناسب صورت احتزاز می نمود. مرغان را به زن سپرد تا تیمار بهتر کشد. این مشخصه که غلام بلخی بوده دیگه، و این مرزبان و زنش هم نمی دونستن که زبان بلخی بلد نبودن. بلخی بلد چی چی چی؟ داستان چی شد؟ من حواسم داستان اینجوریه که بهارویه یه غلام، یه بازدار، یکی فامیلاش بهش نظر داره، این بهش راه نمیده، اونم میخواد که انتقام بگیره، میره به دو تا توتی این جمله ها رو یاد میده. یکیشون میگه که من دربونو دیدم که لباس خواجه رو پوشیده و با کدبانو خوابیده. یکی دیگه شون هم میگه من هیچی نمیگم. ولی این چیزا رو، این جمله ها رو به زبان بلخی یاد اینا داد و آوردشون پیش مرزبان، و مرزبان هم که نفهمید چی میگن ولی خوشش اومد، فکر کرد که مثلا دارن چیز جالبی میگن، و اینا رو سپرد به
زنش. کاش یکی که زبان بلخی میدونه بگیم مثلا این کلمه ها به زبان بلخی چی میشه. باید جالب باشه. او از عدنان بپرس. آره باید بدونه. آقا این مرزبان مثلا شغل بوده؟ آره دیگه. آره. آره احتمالا مثلا بلخ بوده، بلخ هم ایالت مرزی بوده دیگه، اونجا مستقر بوده و محلی نبوده مثلا که زبان محلی ها نمیدونست. و یک چندی بر این گذشت، طایفه ای از اهل بلخ میهمان مرزبان آمدند. چون از تمام خوردن فارغ شدند در مجلس شراب نشستند. مرزبان قفس بخواست و ایشان بر عادت معهود آن دو کلمه میگفتند. میهمانان سر در پیش افکندند و ساعتی در یک دیگر نگریست. آخر مرزبان را سوال کردند تا وقوفی دارد بر آنچه مرغان میگویند. گفت نمیدانم چه میگویند اما آوازی دلگشای است. یکی از بلخیان که منزلت تقدم داشت معنی آن با او بگفت و دست از شراب بکشید و معذرتی کرد که در رسم ما، که در شهر ما رسم نیست در خانه زن پریشان کار چیزی خوردن. خیلی حرف محکمیه تو به مهمون بزنی. یا مثلا تو چون زنت بدکار است من شراب تو رو نمیخورم. و در اثنای این مفاوضت غلام آواز داد که من هم بارها دیدم و گواهی میدهم. مرزبان از جای بشد و مثال داد تا زن را بکشند. زن کس به نزد او فرستاد و گفت مشتاب بکشتنم که در دست تو هم. عجلت از دیو نیکو نماید و اصحاب خرد و تجربت در کارها خاصه که خونی ریخته خواهد شد تأمل و تثبت واجب بینند و حکم و فرمان باری را جلت اسماؤه و عمت نعماه امام سازند. یا ایها الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. و تدارک کار من از فرایض است و چون صورت حال معلوم گشت اگر مستوجب کشتن باشم در یک لحظه دل فارغ گردم. و اینقدر دریغ مدار که از اهل بلخ بپرسند که مرغان جز این دو کلمت از لغت بلخی دیگر چیزی می دانند. اگر ندانند متیقن باشی که مرغان را این ناحفاظ تلقین کرده است که چون طمع او در من وفا نشد و دیانت من میان او و غرض او حایل آمد این رنگ آمیخت. و اگر چیزی دیگر بدان زبان می بتوانند گفت بدان که من گناهکارم و خون من تو را مباح. مرزبان شرط احتیاط به جای آورد و مقرر شد که زن از آن مبرداست. کشتن او فرو گذاشت و بفرمود تا بازدار را پیش آوردند. تازه در آمد، تازه یعنی مثلا سرخوش و سرحال دیگه، یعنی اون یارو بازداره تازه باز خوشحال اومد که مگر خدمتی کرده است، به حساب به خیال این که خدمتی کرده است بازی در دست گرفته. زن پرسید که تو دیدی که من این کار میکردم؟ گفت آری دیدم. بازی که در دست داشت بر روی او جست و چشمهاش برکند. زن گفت سزای چشمی که نادیده را دیده پندارد این است و از عدل و رحمت آفریدگار جلت عظمت و همین سزید. فلرب حافر حفرتن هو یسرع. یه چاهکن همیشه ته چاهه. باز هم ایمان نمیدونی. آره خیلی چی بود این سریاله چی بود؟ خیلی حکایت ها اینجوری داشت. چی اسرار؟ کلید اسرار. کلید اسرار. آره خیلی مدل ترکیه. آره کلید اسرار بود. چی بود کلید اسرار؟ کجا؟ یه داست چیز سیال تم مذهبی طور بود. مثلا طرف تو کوچه یه قرون به گدا میداد بعد از پیچ میپیچید مثلا خدا یه پاداشی بهش میداد. چیز در جا. آره. آره. نه والا علی بیشتر برعکس بود. یعنی آره تولید اردوغان بود. آه ترکی بوده. آره آره. بد نکن که بد افتی، چه مکن که خود افتی یا خط افتی. نسبو به کید هم الضعیفه حبائلن اثرو بها و سلم تو من لحجاتها. یعنی که به مکر و حیله ضعیف خیش دامهایی برپای کردند، خود به سر در اون دام ها در آمدند و من از آفات و دلتنگی های آن رستم. جانم
عذرخواهی میکنم، این بیت حالا به نظر بد وزنم میاد، یعنی خیلی دلنشین نیست، بد مکن که بد افتی، و مولانا در مجالس سبع میاره و ادامهش، یعنی بیت بعدیش خیلی مشهوره، خیلی معنی رو میده، همونه که شنیدید، ظالم که کباب از دل درویش خورد، چون در نگری ز پهلوی خویش خورد. این ظالم اینا رو پیوسته میاد توی راحت و صدور داشتیم، ظالم که بد کند. این اینو اخیراً یه جایی دیدیم، چرا که به زنبور و نیش و اینا هم اشاره داره، فکر کنم تو راحت و صدور بود داده. آره دقیقاً، رضا چرا میگه ظالم که کباب از دل درویش خورد، چون در نگری ز پهلوی خیش خورد، دنیا عسل است هر کس او بیش خورد، خون افزاید تب آورد نیش خورد. بله درست، افزاید تب آورد. آره پس بیت بعدی این بد مکن یه چیز دیگه بوده حتما. من این دو تا بیت متفاوتن که پشت هم آورده. آره مطمئنم اینا پشت همه و تک بیت هایی. آره مدل همینه دیگه، مدل راحت و صدوره مجالس. مثلا همین کاری که این کرده دیگه، اینا دو بیت پشت هم آورده. و این مثل بدان آوردم تا معلوم گردد که بر تهمت چیرگی نمودن در دنیا، بی خیر و منفعت و با وبال و تبعت است. حالا مثال های به این قشنگی رو دمنه داره میزنه که ما میدونیم که خلاصه کارش خرابه. تمامی این فصول بر جای نبشتن، یعنی قضات، و به نزدیک شیر فرستاد. مادر را بنمود، چون بران واقف گشت، گفت بقا باد ملک را، اهتمام من در این کار بیش از این فایده نداشت، که آن ملعون بدگمان شد و امروز حیلت و مکر او بر هلاک ملک مقصور گردد. نمیدونم چجوری همچین نتیجه گرفت. و کارهای ملک تمام بشوراند و تبعت این از آن زیادت باشد که در حق وزیر مخلص و قهرمان ناصح روا داشت. شیر رو ترسوند که آقا این دیگه حالا داره نقشه مرگ تو رو میچینه. حالا چجوری این به این نتیجه رسید و چجوری شیر قبول کرد من خیلی نفهمیدم. نظری ندارید شما؟ من نه، بلن که نه. این سخن در دل شیر موقع عظیم یافت و اندیشه به هر چیزی و هر جایی کشید. پس مادر را گفت بازگوی از کدام کس شنودی تا آن مرا در کشتن دمنه بهانه ای باشد. گفت دشوار است بر من اظهار سر کسی که بر من اعتماد کرده باشد و مرا به کشتن دمنه شادی مسوق نگردد. مسوق رو نگاه کرده بودم، یعنی چی؟ فکر کنم مثلا جایز و اینا. آها درسته، گوارا و جایز. آره یعنی شادیش حروم میشه، چون که به خاطرش مثلا یه اعتماد کسی رو زیر پا گذاشته. پلنگ رو دادم. آره چون این ارتکاب روا دارم و رازی که به محل ودیعت عزیز است فاش، ببخشید سوالی باید میخوندم، چون این ارتکاب روا دارم و رازی که به محل ودیعت عزیز است فاش گردانه، لکن از آن کس استطلاع کنم، اگر اجازت یابم بازگویم. و از نزدیک شیر برفت و جانم علی نون اینجوری فکر کنم رازی که به محل ودیعت عزیز است فاش کردن. درسته. آره. و از نزدیک شیر برفت و پلنگ را بخواند و گفت انواع تربیت و ترشیح و ابواب کرامت و تقریب که ملک در حق تو فرموده است و می‌فرماید مقدر است و آثار آن بر حال تو از درجات مشهور که میابی ظاهر و در آن به اتنابی و بستی حاجت نتواند بود. یا آقا تو خلاصه نمک پروردی شیری. و آنگاه گفت واجب است بر تو که حق نعمت او بگذاری و خود را از عهده این شهادت بیرون آری و نیز نصرت مظلوم و معونت او در ایضاح حجت در حال مرگ و زندگانی اهل مروت فرض متوجه و قرض متعین شناسد. این تو آقا بدهی داری به شنزبه،
چه هر که حجت مرد پوشیده گرداند، روز قیامت حجت خیش فراموش کند. از این نمط فصلی مشبع بر او دمید. خلاصه میگه که مشغول زمه گاوم هستی اگه این رازو فدا نکنی و دنیا باید حساب پس. پلنگ گفت من اگر مرا هزار جان باشد، فدای یک ساعت رضا و فراغ ملک دارم. از حقوق نعمتهای او یکی نگذارده باشم و در احکام نیک بندگی خود را مقصر شناسم و من خود آن منزلت و محل کی دارم که خود را در معرض شکر آرم و ذکر عذر بر زبان رانم. بنده آن را چگونه گوید شکر، مهر و مهر را چه گفت خاکستر. و موجب تحرز از این شهادت کمال بدگمانی و حزم ملک است و اکنون که بدین درجت رسید مصلحت ملک را فرو نگذارم و آنچه فرمان باشد به جای آرم. ببخشید چون معنی اون به تو فهمیدی؟ بله. میگه که آقا ما در برابر چیز نسبت ما به ملک نسبت خاکستر به مهر و ماه. آها چجوری؟ ما خاکستریم اون مهر و ماه رو میخونیم. بله من تو میفهمم. آره نه درسته درسته. بعدم پلنگ میترسیده که اگه این یعنی چیز زبان آوری دمنه انقدر مشهور بوده که میترسیده اگه علیه شهادت بده برای خودش بد بشه. و آنگاه محاورت کلیله و دمنه چنان که شنوده بود پیش شیر بگفت و آن گواهی در مجمع وحوش بداد. چون این سخن در افواه افتاد، آن دد دیگر که در حبس مفاوضت ایشان شنیده بود کس فرستاد که من هم گواهی دارم یا من هم گواهی دارم. شیر به سال لاد تا حاضر آمد و آنچه در حبس میان کلیله و دمنه رفته بود بر وجه شهادت باز بود. از او پرسیدن که همان روز چرا نگفتی؟ گفت به یک گواه حکم ثابت نشدی. من بی منفعتی تعذیب حیوان روا ندارم. بدین دو شهادت حکم سیاست بر دمنه متوجه گشت. شیر بفرمود تا او را ببستند و به احتیاط باز داشت و طعمه او باز گرفت و ابواب تشدید و تعنیف تقدیم نمودند تا از گرسنگی و تشنگی بمرد و عاقبت مکر و فرجام بقی چنین باشد و الله یعصمنا و جمیع المسلمین من الخطاء و الزلل بمنه و رحمته و حوله و قوته و قوته. باشه تا سر باب الحمامت المتوقت و جرد و القراب و سلحفات و زبیه. به 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 من بخونم اینو هفته بعد. باش.